رژیم جنایتکار آخوندی در وحشت از خشم فشرده مردم بعد از ماها دروغ و پنهانکاری سپاه سرکوب را به میدان آورد. این طرح با تشکیل 300 هزار اکیپ در مملکت از دو روز آینده شروع خواهد شد. تک تک خانه های مردم رو خواهیم رفت و در اسرع وقت شناسایی خواهیم کرد. یک رسانه حکومتی ضمن اشاره به سیرک جدید پاسداران از قول یکی از پزشکان نوشت اکیپ های خانه به خانه ممکن است مانند بمب های خوشه‌ای ویروس را از ناقلین گرفته و توسط لباس و تجهیزات خود از خانه ای به خانه دیگر و یا حتی خانه و خانواده و دوستان خودشان منتقل کنند و این فاجعه ای بزرگ رقم خواهد زد. یک رسانه دیگر ضمن اعتراف به نفرت مردم از پاسداران نوشت ورود خودروهای سنگین مشکی رنگ تحت عنوان مبارزه با کرونا اصلاً به مردم قوت قلب نمی‌دهد و فقط ذهن آنان را مشوش‌تر می‌کند. تجهیزاتی که در یگان ویژه داریم که میتونن برای ضد عفونی کردن مراکزی که مورد نظر هست وارد عمل بشن. دولت چیکار کرده؟ خسته نباشید برمیدارید اتوبوس ها شب بیرونش آب پاشی میکنید، ضد عفونی میکنید به قول خودتون، بعد شب میاد میگید که آره کرونا دوباره بیشتر تشدید شده. حضور خودروهای سرکوبگر انتظامی قبل از هر چیز بیانگر حراس پاسداران از خشم و نفرت عمومی و شرایط انفجاری جامعه است. یک رسانه حکومتی نوشت مردم در حد انفجارند. در همین مدت اخیر مسئولان کم به مردم دروغ نگفتند. این همه انسان در حوادث کرمان، تظاهرات آبان ماه و هواپیما فوت کردند. هیچ کس پاسخگو نبود. همین رسانه حکومتی در ادامه شعله‌های خشم مردم و هراس پاسدارانش را این چنین تشریح می‌کند. زمانی که مردم به سطوح بیایند دیگر تر و خشک را با هم می‌سوزانند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی عصبانیت آنها را بگیرد. بر خامنه‌ای!